در 6 ماه دوم انشاءالله شرایط ما بهتر خواهد شد از لحاظ اقتصادی، تلاش ها مستمرانه به نتیجه خواهد رسید انشاءالله. درست مردم احساس فشار میکنن، احساس مشکلات میکنن، اما به این آمار و ارقام هم توجه کنن که دولت با همه توان در سال جهش تولید داره تلاش میکنه، به این تلاش ادامه میده. اما آیا وضع بهتر میشود؟ در 60 دقیقه امشب به وضعیت اقتصاد ایران زیر فشار تحریم و کرونا میپردازیم. لطمه ای که به اقتصاد ایران وارد شده جبران پذیر است؟ در این باره با یک اقتصاددان صحبت میکنیم. خشم ناشی از فقر با جامعه چه میکند؟ این سوال را از یک پژوهشگر میپرسیم. در ادامه برنامه امشب، ابهام در آمار قربانیان کرونا در ایران. معاون وزیر بهداشت میگوید شمار قربانیان تقریبا 2 برابر آمار رسمی است. و معضل دورگردی در ایران، نبرد ماموران با دستفروشان، تعقیب و گریزی که گویی پایانی ندارد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در شرایطی که مردم با گوشت و پوستشان گرانی سرسام‌آور را تجربه می‌کنند، در حالی که قیمت دلار هر روز رکورد می‌زند و فقر روز به روز بیشتر می‌شود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید آمریکا در همه موارد شکست خورده. آقای روحانی گفته کسانی که می‌گویند مردم خسته شده‌اند و می‌خواهند کشور را رها کنند و بروند، حرف ناروا می‌زنند. به گفته او صادرات غیرنفتی ایران در 1 ماه اخیر بیشتر شده و شرایط اقتصادی در نیمه دوم سال بهتر خواهد شد. تنها امسال نرخ ارز در ایران تقریبا 2 برابر شده و امروز هر دلار آمریکا 31800 تومان معامله شده. سوال اینجاست که آقای روحانی بر اساس چه داده‌هایی می‌گوید وضع قرار است بهتر شود؟ با خبرنگارمان بهرنگ تاج‌دین نگاهی می‌کنیم به بعضی از شاخص‌های اقتصادی ایران و در ادامه می‌پرسیم که حتی اگر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوباره انتخاب نشود، آیا آسیبی که اقتصاد ایران در این مدت دیده قابل جبران است؟ اول ببینیم و بشنویم حسن روحانی امروز چه گفت. لحظه‌ای از درد مردم، مشکل مردم، مصائب مردم غافل نیست. هر چه در توان داشتیم ما عمل کردیم. در زمینه تولید، در زمینه فروش، در بسیاری از زمینه‌ها مخصوصاً در بخش صنعت ما رشد داریم. ما در 6 ماهه اول امسال در بخش صنعت 6.4 رشد و در فروش رشد 8% ما داریم. صادرات غیرنفتی ما در این 1 ماه اخیر، یعنی ماه شهریور، نسبت به ماه مرداد 25% صادرات غیر نفتی ما افزایش پیدا کرده. روند صعودی افزایش غیر نفتی شروع شده. در 6 ماه دوم انشاءالله شرایط ما بهتر خواهد شد از لحاظ اقتصادی، تلاش ها مستمرانه به نتیجه خواهد رسید انشاءالله. درست مردم احساس فشار میکنن، احساس مشکلات میکنن، اما به این آمار و ارقام هم توجه کنن که دولت با همه توان در سال جهش تولید داره تلاش میکنه، به این تلاش ادامه میده. حسن روحانی بود، بهرنگ تاجین همکارم در استودیو با ما، شاخص ها رو بررسی کرده. منظور آقای روحانی چیه وقتی این داده ها رو میده؟ دقیقاً میدونم که راستی آزمایی کردی، کدامش درسته؟ ببین، بعضی از این داده‌ها که منتشر نشده، اما اونایی که منتشر شده، اتفاقی که افتاده اینه که حسن روحانی هم مثل هر سیاستمدار دیگه ای انتخاب میکنه که کدوم عددا رو بگه، کدوم عددا رو نگه. آقای روحانی به بحث صادرات اشاره کرد، ولی فقط 1 ماهو گفت. بیا به جای 1 ماه، وقتی داره صحبت از 6 ماه میکنه، 6 ماهو ببینیم. اگه نیمه اول، 6 ماهه اول سال 1399 با 6 ماهه اول 1398 مقایسه کنیم، میبینیم که صادرات ایران از نزدیک 21 میلیارد دلار تو 6 ماه رسیده به 13.5 میلیارد دلار. آقای روحانی میگفت توی شهریور
از مرداد 25% رفته بوده بالا، ولی اگه 6 ماهو نگاه کنیم می‌بینیم مثلا 35% اومده پایین نسبت به پارسال. واردات هم یه خورده کم شده، ولی واردات فقط 20% کم شده. نتیجه این که سرعت سقوط صادرات بیشتر از واردات بوده، این میشه که تراز تجاریش خیلی منفی شده. و مسئله دیگه این که هستش اینه که به خاطر تحریم‌های آمریکا، مثلا این تحریم‌های جدیدش علیه 18 تا بانک و مؤسسه اعتباری دیگه، یه مشکلی که هستش اینه که صادرات ایران ممکنه ارزششون، در واقع ایران به ارزش به این راحتی ها دسترسی، یعنی همون که صادر بکنم نتونه دیگه ارزش رو وارد. دقیقاً. ولی مسئله‌ای که هستش برای خیلی از مردم بحث گرونیه، بحث تورمه. و اگه به تورم نگاه کنیم میبینیم که توی 6 ماه گذشته، یعنی از اسفند 98 تا شهریور 99، قیمت کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط 21.9%، نزدیک 22% رفته بالا. یعنی چی؟ یعنی اگه شما یه خریدتون توی اسفند 400,000 تومان بوده، الان احتمالاً هولوش 480,000 تومن بوده توی شهریور. ولی مثلا این که این متوسط کشوری، استان به استان، شهر به شهر، خانواده به خانواده، به نسبت خریدایی که میکنن فرق داره. ولی وارد بعضی از گروه ها بشیم، مخصوصا کالاهای با دوام، اینا چیزایی هستند مثل لوازم خانگی، مثل اساس منزل، مثل موبایل و اینجور چیزا، میبینیم که قیمتشون توی این 6 ماه، یک سال حرف نمیزنیم، فقط 6 ماه، از اسفند تا شهریور بیشتر از 50% بالا رفته. یعنی چی؟ یعنی اگه شما یه مثلا فریزری رو اسفند میتونستی 2,000,000 بخری، احتمالا الان قیمتش بالای 3,000,000 تومانه. و خب این مسائلیه که مردم روزمره باش سر و کار دارن. علت اینکه کالاهای با دوام انقدر قیمتش رفته بالا چیه؟ بحث شیرین قیمت ارز، برای اینکه خیلی از اینا یا به صورت کامل وارداتی هن، یا بخشی از قطعاتشون وارد میشه، یا اینکه اصولا قیمت به نوعی با قیمت‌های جهانی، با قیمت‌های بین‌المللی تنظیم میشه. و چه اتفاقی برای نرخ ارز افتاده؟ نرخ ارز توی همین 6 ماه گذشته تقریبا 2 برابر شده. یعنی اوایل فروردین حدود 16,000 تومان بود تو بازار آزاد، الان داره به نزدیک 32,000 تومان میرسه. و خب خیلی از چیزایی که قیمتشون با نرخ ارز میره بالا هم تقریبا همین جوری بالا رفته. ولی مسئله فقط قیمت ارز نیست، ما تو کالاهای سرمایه‌ای، چیزایی که حتی شما وارد نمیتونی بکنی یا صادر نمیتونی بکنی، مثل مسکن هم میبینیم که قیمت‌ها به شدت بالا رفته. یعنی فقط دلار نیست، فقط سکه نیست، قیمت مسکن هم بالا رفته. تو تهران قیمت یه متر خونه تو همین 6 ماه از 15,000,000 تومان رسیده به 24,000,000 تومان، 9,000,000 تومان رفته بالا، 60% رفته بالا. ببین همین چند هفته پیش بود یکی از مخاطبان بی بی سی میگفتش که خونه برای من شده مثل لامبورگینی یا خاویار، شما بگو قیمتش رفته بالا، من که نمیتونم بخرم، حالا هر چقدر میخواد باشه باشه. و تمام این بالا رفتنا در شرایطی اتفاق افتاده که اوضاع اشتغال خیلی خرابه. یعنی باز اگر ما نیمه اول سال 99 رو با نیمه اول سال 98 مقایسه کنیم، میبینیم که تعداد کسانی که تمام وقت، یعنی 44 ساعت در هفته یا بیشتر کار میکردن، از 15.5 میلیون نفر شده 13.5 میلیون نفر، حدود 2 میلیون نفر کم شده. و بعد اگه قرمزا رو نگاه کنید، تعداد غایبان موقت، کسانی که به خاطر مرخصی، مریضی یا اصلا تعطیلی موقت، دقیقاً و تعطیلی موقت محل کارشون به خاطر اینکه لوازم نیست یا مشتری نیست، اینها هم تعدادشون 1,000,000 نفر رفته بالا. یعنی تقریبا 3,000,000 نفر در نیمه اول سال 99، 3,000,000 نفر از تعداد کسانی که شاغل بودن و سر کار می‌رفتن تو ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل کم شده. که خب این شرایط شرایطیه که شما هر روز توی در واقع حرفای مردم می‌بینید و می‌شنوید. در واقع به نوعی 3,000,000 نفر بیکار شدن، تورم 22% رفته. 3,000,000 نفر کمتر کار می‌کنن دیگه، کمتر. با این اوصافی که تو ارائه دادی، اونطوری هم که آقای روحانی میگه، اوضاع امیدوار کننده نیست. دقیقاً. متشکرم ازت بهرنگ تاهشتین در استودیو با ما. اما چی باعث میشه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این وعده رو بده که در 6 ماهه دوم سال جاری قراره وضع بهتر بشه؟ برای بررسی این موضوع سهراب صبحانی، اقتصاددان و مشاور پیشین بانک جهانی از واشنگتن با ماست. آقای صبحانی خوش آمدید به برنامه. فکر میکنید که علت این وعده حسن روحانی چی میتونه باشه؟ والا آقای روحانی یا اطلاعی ندارن از وضع اقتصاد دنیا،
یا حقیقت رو با مردم ایران در جریان نمیذارن یا هر دو. متاسفانه امروز ما میبینیم که یک شرکت آمریکایی به اسم آمازون وقتی ارزشش رو نگاه میکنیم 1.7 تریلیون دلار ارزش داره که 4 برابر اقتصاد ایران هست. این باعث تأسفه که ایران با دارا بودن ذخایر طبیعی و مهمتر از همه ثروت انسانی باید ارزش اقتصادیش 4 برابر کمتر از یک شرکت آمریکایی باشه. آقای صبحانی، شنیدید شاخص هایی که همکارم بهرنگ بهش اشاره کرد؟ به نظر میاد که مقام های ایران امیدوارند که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دونالد ترامپ دوباره انتخاب نشه و جو بایدن بر سر قدرت بیاد و آقای بایدن هم وعده داده که برگرده به توافق برجام. اما سوال اینجاست که آسیبی که اقتصاد ایران در این 4 سال دیده آیا قابل جبران با ریاست جمهوری جو بایدن میشه وضع اقتصاد ایران رو برگردون به اون جایی که قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود؟ جواب کوتاهش اصلا و ابدا. برای اینکه پایه و اساس اقتصاد ایران شفاف نیست، پایه اساس اقتصاد ایران روی قانون نیست و متاسفانه به طوری که اقتصاد ایران امروز درست شده و پایه‌گذاری شده اجازه و امکان نمیده که سرمایه بیاد به داخل ایران. اون سرمایه میره به همسایه‌های ایران مثل امارات، میره به شمال ایران مثل آذربایجان، میره به جنوب ایران مثل قطر. در توجه داشته باشیم که قبل از ورود آقای خمینی به ایران اقتصاد ایران 78 بیلیون دلار بود، اقتصاد کره جنوبی 38. امروز بعد از 42 سال اقتصاد ایران 431 بیلیون دلار است، اما اقتصاد کره جنوبی 1.2 تریلیون دلار است. پس پایه و اساس اقتصاد ایران غلط برپا شد. عوامل دیگه چقدر موثره آقای صبحانی؟ به هر حال ایران مانند دیگر کشورها درگیر بحران کرونا بوده و همچنین کاهش چشمگیر قیمت نفت. اونها چقدر فکر میکنید آسیب زده به اقتصاد ایران؟ شکی نیست که کرونا همینطور که به آمریکا صدمه زده، به اقتصاد دنیا صدمه زده، به ایران هم صدمه زده. این رو باید آدم در نظر بگیره، اما باز هم درصد هست. به طور مثال در آلمان که 62% اقتصاد رو تشکیلات کوچیک درست میکنن، افت اقتصادی حدود فقط 3% بوده. اگر مقایسه بکنیم با آمریکا خیلی کمتر هست. و اما اونی که مربوط میشه به ایران، خب البته کرونا متاسفانه خیلی خیلی بدتر و از نظر اقتصادی صدمه بیشتری به ایران زده، اما باز هم من تکیه میکنم روی ساختار غلط. ببینین امروز دنیا داره میره به سوی یک اقتصاد تازه، یعنی اقتصادی که روی اینترنت بنا خواهد شد، روی انرژی تازه. بازم یک مثال به شما بزنم. تسلا، شرکت آمریکایی که کارش تولید اتومبیل برقی است، ارزشش 431 بیلیون دلاره امروز که من دارم با شما صحبت میکنم. این درست حجم اقتصاد ایران است. باز هم یک شرکت آمریکایی تسلا که کارش تولید ماشین برقیه، ارزشش به اندازه اقتصاد ایران است. این نماینگر این هست که متاسفانه ایران داره عقب میفته از اقتصاد نوینی که ما در دنیا داریم میبینیم. متشکر از شما سهراب صبحانی، اقتصاددان و مشاور پیشین بانک جهانی. متشکرم. اما امیر کیانپور، پژوهشگر فلسفه از پاریس با ماست. آقای کیانپور، شاهد وضع بد اقتصادی در ایران هستیم و فشار عمده‌ای که به طبقه متوسط میاد. این گونه فشارها داره طبقات اجتماعی در ایران رو جابجا میکنه. بسیاری از ناظران معتقدند که اساساً طبقه متوسط به نوعی داره رفته رفته از بین میره. ایجاد این طبقات جدید چه طبقاتی میتونه برای جامعه ایران داشته باشه؟ ببینید، شرایط در ایران بحرانی است و
با گوشت و پوست و استخون مردم اینو دارن حس میکنن و خب لازم نیست آدم وارد بحثی بشه که بخواد این رو ثابت کنه، اثرات ملموسه. اینکه واقعا ما دچار یک تحولی شدیم که ساختار جامعه به طور کلی عوض شده یا نقشه طبقات تغییر کرده، من چندان باش موافق نیستم. در هر حال ما دچار بحران‌هایی هستیم، مسئله تحریم هست که اثراتش رو ملموس میشه دید، تولید خوابیده در این کشور، شغل‌های فصلی خیلی دچار انواع شغل‌های فصلی، دلالی، اینها در واقع جامعه رو در بر گرفته، با انزوای اجتماعی روبرو هستیم، موج مهاجرت و این تحولات هست. خشمی که در جامعه ایجاد میشه در پی این تحولات اقتصادی میتونه چه تبعاتی داشته باشه به نظرتون؟ ببینید، رابطه خیلی سیستماتیکی بین خشم یا اصولا بحران یا مثلا اعتراض نمیشه ترسیم کرد و گفت مثلا هر وقت شما نان کره جامعه کم شد اونها بلافاصله اعتراض میکنن. این وسط در واقع بین بحران و اعتراض یک میانجی هایی هست و اصلا مهمتر سازماندهی اجتماعی. این سازماندهی اجتماعی الان در جامعه به اون معنا ما اون رو مشاهده نمی کنیم. مثلا ببینید، تحقیقات وجود داره، اینکه بین نرخ تورم و مثلا سازماندهی کارگری ارتباط معناداری خیلی وجود نداره، ولی بین عدم رشد دستمزد واقعی و اعتراضات کارگری وجود داره. ما در هر صورت با یک خشم انباشت شده روبرو هستیم و این هم هر چند وقت یک بار خودش رو در واقع آزاد میکنه و با بروز و ظهور انفجاری خشم روبرو هستیم. در این حال این فضای شبه آخر الزمانی باعث شده که یک شکافی بین ذهن و در واقع این به وجود بیاد، در بین جامعه به این معنا که بین میل و خواست و اون چیزی که در ذهن آدم‌ها هست و واقعیت، شکاف‌های بیشتری در ذهن همه الان منتظر یه جور پایان هستن، منتظر و این پایان هم برای خیلی ها معناش پایان جمهوری اسلامی هست. اما در این حال علارغم این ذهنیت، ما در عمل اون توان و کنش و اراده و اون سازماندهی که این رو محقق کنه نمیبینیم. در نتیجه با یه جور فضا، یه جور همین لحظه ما قبل پایان کش آمده روبرو هستیم، انتظاری که ادامه پیدا میکنه، همه منتظرن و منتظرن یه اتفاقی بیفته. و خب با توجه به اینکه این سازماندهی در درون خود جامعه وجود نداره و از جمله به دلیل تحریم‌های آمریکا، چشم‌ها به بیرون خیره شده، منتظر هستن آدم‌ها که از بیرون یک اتفاقی بیفته و کانون تحولات و تغییرات از درون جامعه فرای مرزها رفته و این اتفاق غم انگیزیه. خود جامعه دیگه یک نوعی گویا مبدأ تغییر، ابتکار، تخیل و کنش نیست و خب سرنوشت در بیرون، در واشنگتن، در لوزان، در توافقات احتمالی و اینها ساخته میشه. متشکرم از شما امیر کیانپور، پژوهشگر فلسفه با ما. با ادامه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران، دولت ورود و خروج از شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه را در 3 روز آینده ممنوع کرده. مسئولان نگرانند که رفت و آمد به این 5 شهر در تعطیلات پیش رو ابتلا به بیماری کووید 19 را شدیدتر کند. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، افزایش ابتلا به این بیماری با میزان مسافرت‌ها ارتباط مستقیم دارد. با اعلام جان باختن 279 نفر در شبانه روز گذشته، آمار رسمی قربانیان کرونا باز رکورد تازه ای زد. باران عباسی گزارش می‌دهد. مشهد، آرامگاه امام 8 شیعیان.
در آستانه 3 روز تعطیلی در سراسر ایران در شرایط بحرانی شیوع کرونا. نگرانی از هجوم مسافران به اینجا و دیگر شهرهای بزرگ دولت را به فکر ایجاد محدودیت‌های بیشتر انداخته. در سرعت انتشار و در گرفتار کردن جمعیت بیشتر برای اون محرزه که سرعت عمل بیشتری ویروس پیدا کرده. کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه اجازه بدن که ما در این 3 روز تعطیلی منع عبور و مرور رو و محدودیت رفت و آمد رو اعمال کنیم. مسئولان میگویند بین افزایش شمار مبتلایان و میزان مسافرت ها ارتباطی مستقیم وجود دارد. بعد از هر تعطیلات و بعد هر مسافرت میزان شیوع و بروز بیماری ابتلا درش بالا میره. اولا عروسی خون و اصلا عروسی های پرجمعیت که تو روستاها و شهرهای کوچیک است مطمئن باشید که قتلگاهه. در روزهای گذشته میزان ابتلا به کرونا شیب سعودی پیدا کرده و آمار مرگ به طور چشمگیری بالا رفته. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 4800 مبتلای قطعی شناسایی شده و حدود 280 نفر هم جان خود را از دست دادند. اصلا از این بالاتر. هرچند که معاون وزیر بهداشت تایید کرده که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. چیزی که پیشتر هم منابع بیمارستانی بر آن تاکید کرده بودند. خیلی ها رو ما با کرونا درمان میکنیم به عنوان کرونا در بیمارستان. ولی چون تستشون منفیه مثل سایر کشورها طبق پروتکل WHO جزء مرگ کرونایی طبق پروتکل حساب نمیشه. ولی ما میدونیم که این کروناییه، یعنی تو بسته‌بندی کرونایی میفرستیم. و بس این رقم رو به یه رقم مثلا چند برابرش باید بکنیم؟ حالا ممکنه 1.7 برابر کنیم، 1.5 برابر کنیم، 2 کنیم، 2.2 کنیم، بس به استان هست. شرایط بحرانی شیوع بیماری از وضعیت بیمارستان ها پیداست. کمبود شدید تخت خالی مخصوصا در بخش مراقبت های ویژه و فشار روزافزون بر پزشکان و پرستاران. ما سه دانشگاه رفتن بسر نکردم. نام کمینه رفتن بستر نکردن. بعد 3-4 تا بیمارستان های شخصی رفتن بستر. الان جمعیت جوری زیاد شده که اگه دوباره بیمار بیاد بعد بشینه بین تخت ها و رو صندلی ها و اینا. مقام ها علت را در بیتوجهی شهروندان به مقررات بهداشتی می دانند و می گویند راه حل مقررات سختگیرانه تر است. از جمله اعمال جریمه برای ماسک نزدن و نماندن بیماران در قرنطینه. در پایتخت یکی از بحرانی ترین نقاط ایران ورود به بهشت زهرا جز برای خاکسپاری درگذشتگان ممنوع شده. در ادامه درخواستا برای خودداری از مسافرت‌های غیر ضروری آستان قدس رضوی هم از مردم خواسته به حرم نیایند و از راه دور زیارت کنند. با این حال درهای آرامگاه امام هشتم شیعیان همچنان باز است و بخشی هم که پیشتر تعطیل بود حالا قابل دسترسی. نمونه ای از شرایطی که در میزان تاثیرگذاری محدودیت‌های جدید تردید ایجاد می‌کند. باران عباسی، BBC. ماهانه قفاری پژوهشگر ژنتیک جمعیتی و اپیدمیولوژی دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. آقای قفاری، خوش آمدید به برنامه. شنیدید که معاون وزیر بهداشت امروز گفت که آمار دقیق بیماران احتمالاً بین 1.5 تا 2 برابر آماریه که اعلام میشه، یعنی حدود 500 نفر در ایران دارن جانشون رو از دست میدن. این آمار چقدر نزدیک با پیش بینی هایی که شما کرده بودید؟ بله، ما همونطور که آخرین باری که گمان دارم با شما صحبت کردیم در پایان بهار بود که آمار مرگ و میر اضافه آمد و ما دیدیم که تقریبا یه ضریب 2 برابر اونجا مشاهده شد و به نظر میاد این تصویر نزدیکتری به واقعیت است. اما خیلی لازم اینجا تاکید بشه که ما حتی این داده هایی هم که داریم، مثلا ما نمیدونیم چقدر تاخیر هست، چقدر به اصطلاح بکلاگ وجود داره، اینکه مثلا آمار امروز 279 نفره، چقدر از فوتی ها امروز کروناشون ثبت شده، چقدر 1 روز گذشته، چقدر 5 روز گذشته، و در واقع ما سنجش خوبی نداریم که با چه سرعتی در واقع امروز داره پیش میره، چون میتونه به مراتب حتی بیشتر از سرعتی باشه که مثلا 1 هفته پیش داشته، به خاطر این انباشت زیاد تست های انجام نشده و همونطور که اشاره شد دقت کمی که ممکنه این تست ها بعد از زمان گذشتن زمان زیاد داشته باشن.
اشاره کردیم به دقت آزمایش ها. این یعنی چی که آقای هرچی میگه که بیمارهایی هستند که برای کرونا درمان میشن اما تستشون منفیه؟ این دقیقا چه اتفاقی داره میفته؟ بله، ما میدونیم که توی تحقیقی که منم مشارکت داشتم توش، ما میدونیم که بعضا وقتی که شما علامت نشون میدید، اگر 5 روز یا 6 روز از روزی که علامت بیماریتون گذشته شما تست پی سی آر بشید، احتمال اینکه تست پی سی آر جوابش منفی باشه ممکنه تا 50% بالا باشه. و ما وقتی میبینیم که خب بیشتر این تست هم از افرادی که به بیمارستان منتهی میشن گرفته میشه، اینها عمدتا افرادی هستن که 5-6 روز گذشته از بروز علامتشون، پس برای همین احتمال ضریب خطای این تست ها هم به مراتب بالاتر میره و برای همین این باز منطقی هست یه ضریب 2 اینجا داره یه تفاوتی ایجاد میشه در میزان آمار رسمی اطلاع. از لحاظ آمار فراگیری در ایران صحبت‌های متفاوتی هست. عده‌ای میگن این موج سوم، عده‌ای میگن این ادامه موج دوم. نظر شما چیه؟ ما در کدام بخش این اپیدمی هستیم در ایران؟ حالا میتونیم توی لفظ بحث بکنیم که چه لفظ و واژه‌ای درسته. ببینید واقعیت اینه که معنای موج اینه که یک موج جدیدی به یک ساحل خشک میاد، همه رو خیس میکنه و بعد برمیگرده تا یک موج جدید بیاد. واقعیت اینه که هنوز ساحل ایران تمام خیس نشده. به یک تعبیری هنوز تمامی مردم ایران به این بیماری مبتلا نشدن که بگیم موج اول تمام شده. برای همین یک میتونیم تعبیری به کار ببریم که یک شبه موجهای مداوم و مداوم در حال شکل‌گیری هستند. مشخصا تهران تبدیل به یک هاب، یک مرکز شده که بیماری رو تقس میکنه به استانهای مختلف. برای همین مثلا داده های استانی خیلی اینجا میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم نقش استانهای مختلف چقدر هست در توزیع ویروس و همینطور توزیع سنی این ویروس چقدر است. اینکه گفته میشه سرعت این دفعه بیماری بیشتر شده ممکنه یک دلیلش این باشه که جوانان بیشتر دارن میگیرن و جوانانی که عمدتاً بی علامت هستند شما هیچ وقت نمیتونید بازخوردش رو در بیمارستان ها ببینید. برای همین وقتی که متوجه میشید اپیدمی داره در جوان ها شکل میگیره و بعد بس داده میشه به سنین بالاتر، ممکنه خیلی دیر باشه و برای همین مهار اپیدمی هم سخت‌تر بشه. برای همین داشتن این اطلاعات خیلی ضروری و کلیدی هست برای اینکه فهم و سیاست گذاری بهتر هم بشه برای کنترل شیوع. فکر می‌کنید علت اینکه در این مقطع آمار قربانیان داره بالا میره چیه؟ انتظار می‌رفت که به هر حال الان با آگاهی و دانش و استفاده از ماسک و شستن دست آمار کمتر از ماه‌های اول باشه؟ درسته، یک بخش جدیش فصل پاییز و فصل زمستان هست. ما میدونیم از روی آنفولانزای فصلی هم همیشه در فصل پاییز و زمستان به دلیل سرد شدن هوا افراد پنجره ها رو میبندن، درها رو میبندن، در خونه ها شوفاژ بخاری روشن میکنن. به همه این گردش هوا به شدت در خونه ها و فضای بسته ضعیف‌تر میشه و میدونیم این یک عامل خیلی مؤثری میتونه باشه که ویروس تا مدت قابل توجهی در فضای بسته جریان داشته باشه و این به تبع شما چه ماسک بزنید چه نذارید این ریسک رو بالاتر میبره. برای همین داریم میبینیم کشورهای اروپایی هم با یک پیک جدیدی دارن الان گریبان در گریبان هستن و این به نوعی قابل پیش بینی بود. اما ایران برای وضعیت فعلیش باید یک درمان و علاج خیلی جدی به کار ببره که از این پیک در بیاد و بعد به فکر ماسک زدن و توصیه‌های دیگه باشیم که اون هم بسیار کلیدی هست. متشکرم. ماهان غفاری، پژوهشگر ژنتیک جمعیتی در دانشگاه آکسفورد. حسن روحانی امروز بار دیگر پایان تحریم تسلیحاتی ایران را دستاورد برجام و دولتش خواند. آقای روحانی میگوید که از هفته آینده کشورش میتواند آزادانه تجهیزات نظامی بخرد و بفروشد. این در حالی است که آمریکا لغو تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را نمیپذیرد و میگوید کشورهایی را که با ایران معامله تسلیحاتی کنند مجازات خواهد کرد. با این اوصاف روشن نیست که تجارت نظامی با ایران عملاً چقدر اتفاق خواهد افتاد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. چند روزی تا موعد پایان تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران باقی مانده. محدودیتی که امریکا خواهان تداوم آن است، اما دیگر کشورهای عضو برجام مخالفند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران امروز برای چندمین بار این موضوع را دستاورد برجام و دولتش خواند. 10 سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی یک شنبه هفته آینده رفع خواهد شد. در 27 مهر ما دیگه تحریم تسلیحاتی ما نداریم و شما میدونید مردم 4 سال سر این با آمریکا جنگیدیم. آمریکا موفق نشد. اونهایی که میگن برجام برای ما چه کرده، این یکی از کارهای برجام. اشاره آقای روحانی به آنچه او تلاش نافرجام امریکا میخواند به این نشست است،
نشست شورای امنیت سازمان ملل در ماه اوت. Iran is already violating the arms embargo even before its expiration date. امریکا تلاش کرد تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه رأی ندادند. قطعنامه 11 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف داشت. چین و روسیه. امریکا بعد از آن مکانیسم ماشه را فعال کرد. اما سازمان ملل اعلام کرد که بازگشت تحریم‌ها پیچیدگی حقوقی دارد. پاسخ معمای بازگشت تحریم تسلیحاتی شورای امنیت هر چه که باشد، تحریم‌های امریکا در عمل جلوی تجارت نظامی ایران را می‌گیرد. این آخرین گزارش آژانس اطلاعات دفاعی امریکا درباره توان نظامی ایران است. در بخشی از آن آمده که جمهوری اسلامی در سالهای 2014 تا 2018 همزمان با اجرای برجام پول بیشتری برای هزینه در حوزه نظامی داشته، اما در سال 2019 بودجه نظامیش افت قابل توجهی کرده. این گزارش مهمترین دلیل این اتفاق را بازگشت تحریم‌های بانکی و نفتی بعد از خروج امریکا از برجام می‌داند و البته نارسایی در مدیریت اقتصاد ایران و افت ارزش ریال را هم به دلایل اضافه می‌کند. آژانس اطلاعات دفاعی امریکا محاسبه کرده که بودجه نظامی ایران در این مدت همانقدر کوچک شده که بعد از اجرای برجام رشد کرده بود و پیش بینی می‌کند که با افت مستمر فروش نفت ایران این بودجه هر روز کمتر خواهد شد. از یک شنبه ما میتونیم اسلحه‌مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم. این یکی از اون اقدامات مهمی بود که دولت تدبیر و امید انجام داد. روی کاغذ ایران میتواند از هفته آینده تجهیزات نظامی بخرد و بفروشد، اما به نظر میرسد که هم توان اقتصادی کافی برای این منظور ندارد، هم فروشندگان اسلحه از ترس مجازات های امریکا ممکن است رغبت چندانی برای معامله با ایران نداشته باشند. تا به حال اما دو کشور در ظاهر به تهران وعده فروش ادوات نظامی، مخصوصاً هواپیماهای جنگی و سامانه‌های پدافند هوایی دادند. همان دو کشوری که رأی مخالف به قطعنامه آمریکا دادند، یعنی روسیه و چین. اما در عملی کردن این وعده ها هم ابهام وجود دارد. چین برای فروش تجهیزات نظامی به ایران باید به تیره تر شدن روابط تجاری خود با مهمترین شریک تجاریش تن دهد. ارزش سالانه تجارت چین و امریکا در پرتنش‌ترین دوره از روابط دو کشور بیش از 500 میلیارد دلار بوده. این در حالی است که در اوج تجارت سالانه با ایران بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای، ارزش تجارت دو کشور کسری از تجارت با امریکاست. روسیه هم برای تجارت اسلحه با ایران خطر تحریم‌های بیشتر امریکا را برای خود می‌خرد. در گذشته هم روسیه فروش موشک‌های ضد هوایی S-300 به ایران را بعد از عقد قرارداد به دلیل تحریم تسلیحاتی سازمان ملل لغو کرد و بعد از سال‌ها کش و قوس سرانجام آنها را پس از توافق برجام تحویل ایران داد. خاورمیانه یکی از بزرگترین بازارهای تجهیزات نظامی است و متحدان امریکا مانند عربستان مهمترین خریداران تسلیحات نظامی. تجارت با ایران برای روسیه و چین ریسک محروم شدن از منافع این بازار را هم دارد. موعد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل یک شنبه 27 مهر به پایان می رسد. اما شاید عملاً اتفاق مهمی نیفتد. بعد از برجام، زمانی که سپاه پاسداران با این آزمایش‌های موشکی اسرائیل را تهدید کرد، دولت ایران گفت که توسعه برنامه موشکی دیگر تحت تحریم سازمان ملل قرار ندارد. موشک‌های بالستیکی که بعضی از آنها به اسرائیل می‌رسند و بالقوه توان حمل کلاهک هسته‌ای را دارند. هرچند ایران می‌گوید که برای این منظور طراحی نشدند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، ایران تا سال 2023 میلادی اجازه ساخت و آزمایش موشک‌هایی که به منظور حمل چنین کلاهک‌هایی طراحی شده باشند را ندارد. تاریخ مهم در واقع 3 سال دیگر فرا می‌رسد. شیدا هوشمندی، BBC.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در تازه ترین گزارشش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بر نگرانی جدی این سازمان از وضع موجود تاکید کرده. در این گزارش به مواردی همچون سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای منتقدان از جمله فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران اشاره شده. وضعیت زندانیان دو تابعیتی و خارجی هم از دیگر مواردی است که مایه نگرانی خوانده شده. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از نیویورک با ما. آقای قائمی، خوش آمدید به برنامه. به نظر شما چه جنبه گزارش جدید آقای گوترش تازگی داره؟ بله، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتان. به نظر من این خیلی مهم هست که اول این گزارش رو از این نظر ببینیم که دنبالدار یک روند جهانی در نگرانی از وضعیت وخیم در وخیم حقوق بشر در ایران هست و این گزارش که از بالاترین سطوح سازمان ملل منتشر شده به ویژه بر سرکوب منتقدین و مخالفین از آبان ماه گذشته که کشتار وسیعی در خیابان‌ها بود و به دنبال اون اعدام‌ها و همچنین زندانی کردن افراد و نقض حقوق آنها مخصوصا در شرایط حساس کووید و بحران کووید از نکات تازه این گزارش هست و به نظر من کلن یک روند جهانی رو نشون میده که سیاست‌های خارجی اکثر کشورها معطوف شده به وضعیت بحرانی سرکوب مخالفین منتقدین و عدم وجود هیچ فضایی برای اونها که اکثریت جامعه رو به نظر میاد دارن تشکیل میدن باشه. چقدر میشه انتظار داشت که این گزارش‌ها مؤثر باشه؟ به نظر ما داریم میبینیم نتیجه اون رو. جمهوری اسلامی همیشه تونسته از این انتقادها فرار کنه چون تداوم نداشتند یا نتونستند سرلوحه ویژه سیاست‌های خارجی کشورهای عمده جهانی در قبال ایران باشند. ولی الان نزدیک 10 ماه هست که این شرایط تغییر کرده و من امیدوارم که مخصوصا قوه قضاییه ایران این همه بی رویه، بی قانونی، خودش قانون شکنی کردن و اعدام‌ها رو پیش بردن بدون هیچ محاکمه عادلانه دیدیم تا حدی تاثیرگذار بوده و وضعیت بحرانی زندانیان سیاسی الان خیلی مهمه. من میخوام آزادی خانم نرگس محمدی رو تبریک بگم خدمت خودشون و خانوادشون، ولی صدها نفر دیگه در زندان ها میمونند و همچنان نگاه های بین المللی به آنچه که حکومت ایران در قبال این زندانیان سیاسی انجام خواهد داد معطوفه و بسیار بسیار توجه ویژه‌ای هست روشون. آقای قائمی، پیشنهاد شما چیه؟ فکر میکنید که جامعه بین الملل چی کار میتونه بکنه در قبال وضعیت حقوق بشر ایران؟ به نظر من جامعه بین الملل از طریق سازمان ملل و نهادهایی که این کشورها رو همیار و همکار میکنه در این سوژه. دوباره اگه هر کشوری به تنهایی عمل کنه صداشون چندان مؤثر نخواهد بود، ولی مثلا ماه قبل دیدیم وقتی که فرانسه، انگلیس و آلمان دولت‌هاشون هر سه در یک روز سفرهای ایران رو فرا خوندن و وضعیت حقوق بشر ایران رو به ویژه به اونها تذکر دادند و درخواست پایان این ناعدالتی‌ها شدند، این حرکات جمعی تاثیرگذار هست و به ویژه باید سیاست خارجی همه رو معطوف کرد که مهمترین مسئله ایران الان وضعیت مردم هست، چه وضعیت اقتصادی اجتماعیشون در بحران کووید و چه وضعیت سرکوب فراگیر سیاسی و عدم وجود هیچ فضایی برای مردم که صدایی داشته باشن در آینده خودشون. متشکرم. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. بعضی از پناهجویان در جزیره لسبوس یونان که پس از بارندگی شدید دیروز چادرهایشان را از دست داده بودند، فعلا در چادرهای جمعی بزرگ اسکان داده شدند. تصاویری که به دست ما رسیده وضعیت نابسامان پناهجویان را در شرایط آب گرفتگی نشان می‌دهد. بعد از اینکه اردوگاه موریا ماه پیش آتش گرفت و سوخت، دولت یونان کمپ جدیدی ساخت. پناهجویان می‌گویند شرایط اردوگاه جدید موریا از قبلی هم بدتر است. فرهام قبادی گزارش می‌دهد. بلا از زمین و آسمان بر سر پناهجویان می‌بارد و رویای زندگی بهتر در اروپا که فعلا نقش بر آب شده. کمپ جدید اینجا اردوگاه جدید موریا در جزیره لسبوس است.
همه رفته زیر آب. حالا من از این جلوتر نمیتونم برم، وگرنه اون سیلابی که اونجا جمع شده رو بهتون نشون میدادم. ببینید حالا داخل اون چادر چه اتفاقی افتاده، خدا میدونه. تصاویری که به دست ما رسیده اتفاقی که داخل چادرها افتاده را نشان میدهد. از زیر خیمه کل آب اومده، خونه‌هاش بارون اومده، این آب اومده، آمو که میتونم این آبه. بارندگی شدید در جزیره لسبوس دیروز شروع شد. اینجا وضعیت خیلی خرابه و پناهجویان از پیامد آن خبر داشتند. چند دقیقه دیگر تمام تپ چادرها همه زیر آب میره. پناهجویان با دست خالی به جنگ آخرین بلایی رفتند که این بار از آسمان بر سرشان نازل شد. حالا کسانی که چادرهایشان را از دست دادند به خیمه‌ای بزرگتر منتقل شدند، اما آنجا هم مشکلات خودش را دارد. دیروز که خیمه ما زیر شاب رفته بود، ما را انتقال دادن اینجا خیمه بزرگ. بعد گفتن که فردا ما شما را میفرستیم این خیمه جدید که الان تقریبا دو روز شد دیگه، هنوز هیچ خبری نیست دیگه. اینجا هم خیلی سرده و نه برق داریم. این بار اول نیست که این بلا سر پناهجویان لسبوس آمده. هفته پیش هم باران 80 چادر را نابود کرد. اما پیش از آب آتش به جانشان افتاد. اردوگاه موریا ماه پیش در پی آتش سوزی کاملا سوخت. کمپی که ظرفیت 1800 نفر را داشت ولی 13000 نفر در آن ساکن بودند. بعد از چند هفته آوارگی در خیابانها، یونان حالا پناهجویان را به اردوگاه جدیدی که برپا کرده فرستاده. جایی که شرایط از کمپ قبلی هم بدتر است. هرچند دولت یونان وعده داده بود با ساخت اردوگاهی دائمی مشکلاتی را که در کمپ قبلی بود رفع کند. شهرت وضعیت نابسامان اردوگاه موریا در جزیره لسبوس این روزها جهانی شده. بدنامی که فعالان حقوق بشر میگویند سیاستی است عمدی برای دلسرد کردن پناهجویان تا دیگر به اروپا نیایند. اما پناهجویانی که با هزار امید و آرزو رسیدند خود را در باتلاق بلا تکلیفی میبینند، جایی که کشتی رویاهایشان فعلا به گل نشسته. پرهام قبادی، بی بی سی. ناصر رسولی پناهجوی افغان از کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان با ماست. آقای رسولی، از وضعیت فعلیتون بگید. آب گرفتگی کماکان در چادرتون هست؟ اول سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. خیمه خود ما خوشبختانه از ما وضعی که خیمه ما داره شیب داره. ما همینطوری که شیب داره ما این رو تحمل میکنیم به خاطر از اینکه آب جمع نشه داخل خیمه ما. ولی با این حال سمت پایین خیمه ما آب جمع شده بودن خیلی زیاد، البته دیروز نفرن خیلی زیاد بودن که بعد زود دست کار شدیم آب رو کشیدیم بیرون تا وضع نرمال شد. بعد کسای دیگه که اینجا هستن، آره کسای هستن بند خواهد این حرفایی که داخل برنامه داخل اینترنت که آب گرفت و آب پر شد و فلان شد، اینا خیلی اینجا و گوش ما آشناست. از هر جایی که بود، صدای بچه، صدای خانم، صدای پیرم، صدای جوان، خلاصه صدای همه اینطوری بودن و گوش ما می آمدن، چون خیلی داخل خیمهشون آب پر از آب بودن و به خود همه وسایلی که داشتن البته نیمی از وسایلشون خیس شده بود، نیمیشون که سالم بودن از خیمه کشیدن بیرون جایی بود که مثلا حداقل اینا خیس نشن. بعد با ظرفی یا مثلا ظرفی کاسه چیزی گرفته بودن آب و از داخل خیمه میکشیدن بیرون. ولی با این حال راههایی که با هم دیگه وصل بودن اینجا خیلی وضعشون خراب بود، همه گل و لای بود. مثلا وقتی پا میگذاشتی با مشکلات پا تو اینجا دوباره میتونستی برداری. با این حال خیلی 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 وضع خراب بود. شما خودتون آقای رسولی بچه کوچیک دارید، درسته؟ الان شما خودتون بچه کوچیک دارید در این اردو بفهمید؟ بله بچه خودم بچه کوچیک دارم. دیروز قبل از باران شروع باران باد خیلی شدید بود. همون حال بچه من خوابیده بود، از بس باد شدید بود. این خیمه هایی که از طرف اینو نشتار دادن، اینا اصلا خیمه های درست حسابی نیستن، چیست محکم
مثلا نیستن که ثابت باشن وقتی که باب زدن اینا به حد سرسزا داشته باشیم کلان از خواب پرید کلان شک دید بعدش هم نخوابید تا وقتی که باران شروع شد با اول که باد خیلی شدید بود بعدش هم که باران شد که اینجا رو آب گرفت و به هر حال که شب هم که خیلی سرد شد شب تا صبح خواب ندارن دیگه بچه کوچیک که حالا صبرش هم مثلا کارشون دیری است اگه گرما زده شون کارشون دیری است. الان در این چادرهای جدیدی که رفتید مشخص هست که تا کی قرار اونجا باشید؟ آیا اردوگاه جدیدی دارن تأسیس میکنن یا اینکه قرار فعلا باشید شما در این چادرها؟ اینجا از هیچ کسی پروانه هیچ کسی مشخص نیست. شاید مثلا من شخص خودم برگه ما آزادم از همون اولی که آمدیم الان 8-9 ماه که ما برگه ما آزاد منتظر تیکید انتقالی هستیم که از اینجا انتقال پیدا بکنیم به سرزمین اصلی ما منتظر بودیم. بعدش از ما هم همینطور میگه از مثلا این روز به فردا از فردا و پس فردا و از پس فردا و پس این فردا همینطوری مانده و همچنان مثل ما خیلی کسا هستن که تا از فردایشون هم باخبر نیستن که اینجا باشن یا نباشن خیمه چی کم که اینجا فعلا همینطوره. متشکرم از شما ناصر رسولی پناهجوی افغان از کمپ مودیا با ما. گزارش ها از تشدید جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ حکایت دارد، هرچند قرار بوده که از شنبه آتش بس رعایت شود. رئیس جمهوری آذربایجان گفته که عملیات نظامی کشورش برای گرفتن قره‌باغ ادامه خواهد داشت. نیروهای آذری در ساعات اول بامداد به دو هدف نظامی در داخل خاک ارمنستان حمله کردند. از طرف دیگر نخست وزیر ارمنستان اوضاع جنگ را بسیار سخت توصیف کرده و گفته که آذربایجان و ترکیه نمی‌خواهند به تجاوز شان خاتمه دهند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. این تصاویری از منطقه ارمنی نشین ناگورنو قره‌باغ که از داخل خاک آذربایجان گرفته شده. صدای انفجار، راکت و توپ. علی‌رغم آتش بسی که روز شنبه قرار بود به اجرا گذاشته شود، جنگ در روزهای گذشته تشدید هم شده است. و این در مرکز ناگورنو قره‌باغ در استپانکت یا خانکندی. اینجا از خیلی از خانه ها، مغازه ها و ادارات چیزی باقی نمانده. بیش از دو هفته جنگ نزدیک به 600 کشته به جا گذاشته از هر دو طرف. 75 نفر از اونها غیر نظامی. اینجا بعد از چند ساعت آرامش نسبی فرصتی برای تأمین هیزم و تهیه غذا قبل از برگشت به پناهگاه در زیرزمین ها. این زن میگوید اینجا زندگی وحشتناک است. در زیرزمین به خودمان میلرزیم. هر لحظه امکانی یک انفجار است. میگوید بچه ها را که دیگر از ترس حرف نمیزدند به ایروان فرستادیم. فقط پیرها اینجا ماندند. در آن طرف خط مقدم در شهر تارتار در داخل خاک آذربایجان هم شرایط جنگی است و اغلب مردمی که باقی ماندن در زیر زمین ها زندگی می کنند. در این شروع فصل سرما این زن می گوید هفته پیش یک گلوله توپ بر روی خانه همسایه افتاد، خانه‌ای که در آتش سوخت. او می گوید خانه خودشان هم به شدت آسیب دیده و قابل زندگی نیست. در آنکارا رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز باز هم قول داد که ترکیه در کنار آذربایجان در این جنگ ایستاده و از هیچ کمکی به آذربایجان دریغ نخواهد کرد. دخالت ترکیه به این جنگ که سابقش به کمی بعد از سقوط شوروی سابق برمیگردد جنبه بین‌المللی داده است. امروز او این را تکذیب کرد که او جنگجویان سوری را برای جنگ به قره‌باغ فرستاده است. در آذربایجان حالا نشانه های بیشتری از آمادگی برای ادامه جنگ دیده می شود. آذربایجانی که می تواند حالا روی ترکیه حساب کند. کسرا نجی، بی بی سی.
در روزهای گذشته دو ویدیو از مجادله و درگیری ماموران شهرداری و پلیس ایران با دو دستفروش واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. پلیس تهران هم چندی پیش از برخورد با توقف وانت‌بارهای دورگرد در حاشیه بزرگراه‌ها و معابر خبر داده بود. این برخوردها بحث مشکلات دستفروشی را پیش کشیده. شرح ماجرا در گزارشی از مریم افشنگ. گفته می شود این ویدیو در چهار راه طالقانی کرج ثبت شده. زنی دست فروش که در برابر خواست ماموران برای جمع کردن بساطش مقاومت می کند. این هم تصاویری دیگر از ماموران شهرداری که بساط انگور فروشی مرد جوانی را جمع می کنند. موارد خشونت علیه دستفروشان به این نمونه ها ختم نمی شود. جستجوی ساده صدها ویدیو در فضای مجازی از خشونت ماموران نیروی انتظامی، شهرداری و یا پیمانکاران شهرداری علیه این گروه آسیب پذیر جامعه می توان پیدا کرد. نمونه دیگر این فیلم از سال گذشته در بازار رشت. پلیس و ماموران شهرداری نه تنها دستفروشان که وانت بارهای دورگرد را هم مشکل آفرین می‌دانند. به تازگی پلیس راهنمایی رانندگی تهران از برخورد با توقف وانت بارهای دورگرد در حاشیه بزرگراه‌ها و معابر خبر داده بود. دستفروشی تنها به خیابان‌ها و پیاده‌روها ختم نمی‌شود. عده زیادی زن و کودک هر روز با ساک‌های سنگین در متروهای تهران از این واگن به آن واگن می‌روند. بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری ها موظفند با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی مکان های مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری کنند. البته در بعضی از شهرها مکانهایی مانند جمعه بازارها و بازارهای محلی و سنتی برای دستفروشان تعبیه شده ولی کفاف همه را نمی دهد. آمار دقیقی از شمار دستفروشان در ایران وجود ندارد که بتوان دانست آیا با توجه به شرایط بد اقتصادی تعداد آنها بیشتر شده یا نه. اما مسلماً مشکلات دستفروشان در ایران معضلی است که همچنان راه حلی برایش پیدا نشده. نیروی انتظامی و شهرداری هر کدام به دلایلی مختلف با حضور دستفروشان در سطح شهر مخالفند. میگویند که آنها چهره شهر را خراب می‌کنند و با سد معبر رفت و آمد را مختل می‌کنند. دستفروشان هم میگویند که با کتک زدن دستفروش شهر زیبا نمی‌شود و دستفروشی هم جرم نیست. آنها میگویند تنها به دنبال لقمه‌نانی برای خانواده هستند. دو روز زنن بچه‌ام میگن برام پنیر بگیرین، نمی‌تونم. من کاسی نیستم. من کاسی به این در مترو میان پلیس آقا جمع کن جمع کن کجا بریم بریم خونه با خونه بریم چی بخوریم. گاهی تصاویری پر از خشونت منتشر می شود حتی از دستفروشی که در اعتراض به بساط جمع شده اش خود را آتش زده. گاهی هم تصاویری از این دست، دستفروشی دورگرد که در بساط خود موسیقی دارد و فضای شهر را لطیفتر و مهربانتر می کند. مریم افشنگ، بی بی سی. یک هفته پیش با درگذشت نصرت الله وحدت، بازیگر مشهور ایرانی، یکی از بزرگان تئاتر اصفهان، از صحنه زندگی خارج شد. تئاتری که زمانی علاوه بر آثار باستانی نصف جهان از جاذبه های توریستی این شهر به حساب می اومد. در برنامه آپارات بی بی سی فارسی این هفته فیلم مستندی پخش میشه با نام خنده در تاریکی، ساخته مژگان خالقی، که درباره سیر تحولات تاریخ تئاتر اصفهان از آغاز تا امروزه. در این مستند سرشناسانی همچون رضا ارهام صدر و نصرت الله وحدت حضور دارند. بخشای از این مستند رو با هم ببینیم. اونجا یه باشگاه بیلیارد بود. جلوی در باشگاه نوشته شده هنرپیشه استخدام می شود. دیدیم که مرحوم ناصر فرهمند اون وسط وایستاده و یک عده زیادی هم تقریبا 20 نفری هم مثل کلاس بود نشستن و ناصر فرهمند داره صحبت میکنه.
ما تا من و ارهامو دید گفت شما اینجا چیکار دارید؟ گفتی اومدیم آرتیست بشیم. اولین تئاترمون خلیفه یک روزه رو اونجا گذاشتیم که من رول خلیفه هارون رشید بازی میکردم و مرحوم فرهمن رول حسن قناد و آقای وحدت رول مسرور و ماشاءالله از ولات خوبی داشت و لباس قرمز بهش میامد. این برنامه خیلی موفق شد. گفته شده که علی صدری کامیون خود را به قیمت 300 تومان میفروشد تا مخارج ساخت دومین تئاتر را در اصفهان فراهم کند و بدین ترتیب جایگاه مدیر مالی تئاتر به او و مدیر هنری تئاتر سپاهان به ناصر فرهمند واگذار میشود. از جمله هنرپیشگانی که به تماشاخانه سپاهان پیوستند میتوان از محمد میرزا رفیعی، جهانگیر فروهر، رضا ارهام صدر، نصرت الله وحدت، مهدی ممیزان، کلارا استپانیان و جوانپوش نمایش های تئاتر سپاهان علی اتراک نام برد. خلاصه؟ بله. خیلی پدر سوخته تشریف دارم. دستمو درد نکنه. استاد شیطونی. دستمو درد نکنه. بله بله. نقشه میکشی؟ چه نقشه کشیدم؟ کل مرده رو با هم خاک کرده. کجا خاک کرده؟ فردا تو میدون شاب جلو دری قیصریه روی چارپایه وای میسم. خب. میگم خلق الله بسمونه. بیان دیگه فریبی ظاهری آراسته این میزا باقه را امثال میزا باقه را نخوریم که آبرو هرچی مؤمن مقدس پاک خدا شناست برده. تو 6 ساعت حرف بزن، من نیم ساعت حرف بزنم حجی، ببینیم به حرفی چه خوش بودن. دیگه گذشت، امروز مردم دنبال حق و حقیقت میگردن. بازم یه عده هستن روزگار رو سیاه میکنن. هیچ کارم دون حالا میفهم نمیتونی اولا تو میخوری میزنم. یه کودک خوردن کودک زن شرعی نیست. شرعی نیست؟ ننه دو میسونم. بله. هم میزنم دو هم ننه دو میسونم میزا باقی. مثلا که چرا نمیری کار کنیم؟ گفتم آخه ببینیم بعد انقلاب کم مرا اذیت کردن فلان. گفت آقای وحدت هر انقلابی تر خوش با هم میسوزن، ناراحت نباش، حال دولا سر برو گنده، الان به فکر دوستانتون باشین که اونجا بیکارن میخوان کار بکنن. مستند خنده در تاریکی این هفته در برنامه آپارات پخش میشه، جمعه ساعت 9:30 شب به وقت تهران. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. این برنامه رو همیشه میتونید در وبسایت ما بی بی سی فارسی و همچنین در یوتیوب ببینید. ممنون از همراهیتون.